برای اولین بار یک دانشمند ایرانی موفق به دریافت جایزه نوبل در رشته شیمی خوشو حواست کجاست؟ نوبل حاضره. چی؟ میگم ناهار حاضره. موفق شدم شیری. نگاه کن، باور نمی کنی. چرا؟ چرا؟ بعد یک سال کار اینو درست کردی؟ آقا چی؟ اینه که تو سوپر سر کوچه‌مون هم میفروشن بسته 100 تومن. ساکن نشین دادم. اون پیشبند بده. پیشبند تو بده. حالا خوب نگاه کن. دیدی؟ بیا. این آبه، همین آبه دوری کشی معمولی. خب که چی؟ دیدی؟ نگاه کن. مثل روز اولش با پود جادویی که در هیچ کجای دنیا پیدا نمیشه. حالا بازم میگه همه جا میفروشنش؟ نهار یخ کرد. این خونه حتما تاریخی میشه، ممکنه موزش کنن. بازم که رفتی تو رویا. نوبل شیمی رو ببرو. وسط این همه کار باید بشینم یه نطقم واسه روز دریافت نوبل بنویسم. راستی میدونی جایزه نقدیش چند هزار دلاره؟ یه نگاهی به دور و بر خودت بکن. این خونه رو نگاه کن. که چی؟ بابا هیچی تو این خونه پدری باقی نمونده، فقط ما موندیم و همین یه تاقه. چه ربطی به نوبل شیمی داره؟ من نوبل شیمی نمیخوام خسرو، یه درآمد مختصر ماهیانم برای من کفایت میکنه. من دیگه نمیتونم جور تو رو بکشم. آخه چرا نمیفهمی عزیزم؟ دیگه نمیتونم. درآمد مختصر ماهانه که چیزی نیست، من یه گنج فراهم کردم، گنجی که میتونه همه عمر باهاش آسوده زندگی کنی.
تو میدونی پودر جادویی یعنی چی؟ یعنی شستن لباس بدون چنگ زدن. یعنی ماشین لباس شویی ماشین لباس. هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی بعد از این یا با پول و کار برمیگردی خونه یا بر نمیگردی. فهمیدی؟ حساب سودوسیان؟ نه نه با تو نبودم. چی؟ یوزانز؟ گوشی الان خبرشو من میدی؟ نکنه میخواستی سورپریز هم کنی؟ کی گفت تو قفه شیر بریزی؟ گفتم بلک. بله قربان، همین که چند روز آدم نیست همه چیه جور دیگه میشه. الو، آروم باشم. چطوری؟ هیئت مدیره خبر کن ظرف یک ساعت همه بعد اونجا جمع باشم. همه فهمیدی؟ گوشی الو، تو دیگه ساکت باش، باد کاری ندارم. الو گوشی، ظرف یک ساعت من همین الان حرکت میکنم. اوکی بای. داری میری؟ میبینی که کجا میری؟ بیزنس پادت شم. چرا یه روزم بلیت نمی کنم؟ چه میدونم؟ داریوش دلم برات تنگ میشه. سفت باید مادم سفر بست نیست؟ بسته دیگه، همه شیخ ببرم. مردشور اون قیافت رو ببرن. خوابی؟ اخراج؟ بله قربان، فهمیدی چی گفتم؟ تو اخراج. من تمام فرمولایی که تو این چندین چند سال کار تحقیق بهشون رسیدم همه رو به خودم آوردم، همشون هم جواب داده. در واقع یه ترکیب تازه شیمیایی برای تولید یک جور پودر لباسشوییه که من اسمشو با اجازه شما گذاشتم پودر جادویی یا تک، چون واقعا تکه. حاضرم به اینو بهتون ثابت بکنم. آقای محترم چند دفعه بگم، اولندش من یه کارگرم دربونم، این چیزایی هم که شما میگید من سر در نمیارم. دومندش این کارخونه خودش پودر میسازه، احتیاجی به پودر شما نداره. سومن آقای مدیر عامل اومدن، لطفاً برین یه روز دیگه بیانه. رسیدم به خلاقه جان. این گزارش رو امروز باید به دست من برسه. من از مدیر بازرگانی شرکت خواسته بودم گزارش قبل سفرتون حاضر کنن، ولی ایشون گزارش دیروز به من دادن. توته است؟ معلومه که توته است. همین الان حکم برکناری مدیر بازرگانی رو با راننده منو با هم بزنید. بزنید. چشم. من که الان نمیتونم اینو بخونم. خیلی خلاصه با مختصر بگو ازمون چیه. در آستانه ورشکستگی. هیچ نمیفهمم. کاهش تولید تا یک چهارم ظرفیت، فشار بازار برای توزیع سریع موجودی، رقابت شرکت‌های دیگه قربان. تولید تا یک چهارم ظرفیت؟ نتونستیم مواد اولیه لازم رو وارد کنیم. یعنی ارز نداریم قربان. وای خدا جون. بیا تو. بفرمایید. قربان معذرت می‌خوام وسط جلسه مزاحمتون شدم. کارگرا بیرون بی‌تربیتو دارن شعار میدن. شما بفرمایید. دارن شعار میدن؟ بله مثل اینکه دیگه چی؟ خیال کردن اینجا فرانسه است که این زرپ و سرپ اعتصاب میکنن؟ شعار؟ به 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 همه ساکت. گوش کنید، گوش کنید، من هیچ حرفی ندارم. تالام نشینم که چی گفتی بهتون ارفاق میکنم. از حالا به همه تون یک دقیقه فرصت میدم. ظرف این یک دقیقه هر کی رفت سر کارش که رفت، هر کی نرفت به جون اون کسی که دوست دارم، همه تون بلا فاصله کارگزینی اخراج. روشن شد؟ یک دقیقه از همین الان شروع میشه. یک دو سه شروع.
مردشور همه تونه ببرم. حالا میبینیم. همه از دم اخراج. همین امروز و بلا استثنا. قانونا نمیتونیم این کارو بکنیم قربان. بهتره مطرحش نکنیم. پس چجوری میشه کار کرد با این قانونای دست و پاگیر؟ بله. اعضای هیئت مدیره تشریف آوردن قربان. این خبر رو نباید از این اتاق بیرون بره. مخصوصا تحت هیچ شرایطی بورس نباید از ماجرا مطلع بشه. حواستون باشه. بگی میاد تو. آقایون از محترم هیئت مدیره جلسه رسمیه. بفرمایید خواهش میکنم. میذاشین رو دلم ورشکستگی هیئت مدیره خبری کردین. هر کس آقای اجازه بفرمایید. آقا اجازه بفرمایید. چی گفت کشک؟ خیلی بی ادبی. کشک یعنی چی؟ از شما بعیده؟ من سه ماه دارم اخطار میدم آقا. من نمیتونم سه ماه متوالی اخطار کنم. آقایون خواهش میکنم. از روزی که جم مدیر عامل شرکت شد من اخطار دادم. گفتم این کار نیست. آقای جم! تلفن! با شما کار دارم. مگه نمیبینی که جلسه است خانم؟ مهمه. وکیل شرکت میگه از بورس زنگ میزنه. از بورس؟ از بورس؟ بله؟ یکی به منم بگه چه خبره؟ چطور مگه؟ تمام شرکت مثل جت داره سقوط میکنه. سقوط؟ از 1100 تومن رسیده به هر سن 150 تومن. 150 تومن؟ همه دارن میفروشن. 35% سهامو خریدن. همه رو یک جا. 35%؟ یه ناشناس کارگزارش اسمشو لو نمیدونه آقلا. زنگ بزن به ایسرا بگو یه نشکش بفرستن. درزم یه زنگ بزن یه مسجد رزرو کن برای خط. چیه؟ وضعیت خوبی نداری. انترنای محترم توجه بفرمایید. دنده‌های تحتانی دو طرف این بابا رو که می‌بینید شکسته و حدود دو دنگ بافتریه رو تخریب کرده. بقیده من نمیتونه تحمل بیاره. بنابراین آدرنالین تزریق می‌کنیم. شاید که خوب بشه. فشار مچ پا، مچ پا، مچ دست، فشار مچ دست. آقای رئیس تشریف آوردن.
اول این تموم شد. بکن این ضربان قلب خیلی ضعیفه. تنفس گوشی. تنفس خیلی ضعیفه. احتمال سکته مغزی قویه. EEG گوش. اینا چیه تو کلاش؟ گل شد دکتر. تمومه دکتر. مرگ مغزی. باید زنده بشه. فایده ای نداره دکتر. مغز رفت. خودتون دیدید که. میدونی اون بیرون چه خبره؟ میدونی از کجا زنگ زدن؟ من نمیتونم. از دست من کاری ساخته نیست. من نمیتونم دکتر جان. اگه شما نمیتونی پس کی میتونه؟ پروفسور سایی. پروفسور سایی بزرگترین جراح و متخصص مغز و اعصاب. تلفنشو بگیر. خودم صحبت میکنم. مگه نمیبینی دستم تو مغزه؟ تلفن اضطراریه. میگه کار واجبی داره. میگه کار دارم و از این چیزا. متاسفم کاری از دست من بر نمیاد. خواهش میکنم پروفسور جان، همه میگن که کار کار شماست. متاسفم. قلبم رفت، کارش تمومه. ما باید برش گردونیم دکتر، آدم مهمیه. ما کاری نمیتونم بکنم، خیلی متاسفم. با اجازه. CPR شروع کن دکتر. من فورم دکتر. آدر دانیم سریع تزریق کنیم دکتر. شوک الکتریکی. شوک برنگشت فورم دوباره دکتر برگشت. یونس شما چیزی میخواییم بگین پروفسور؟ بله شاید، ولی خصوصی. لطفا همه بیرون. میخواییم مغز حفظ بشه. اون؟ برای من چه اهمیتی داره پروفسور؟ اینجا تو به کار بنداز دکتر. ما یه مغز زنده داریم و یه بدن زنده. از مجموعه میتونیم یه آدم زنده کامل داشته باشیم که به تعبیری هر دو اینا مردن. تموم. پیوند مغز؟ مگه ممکنه پروفسور؟ به امتحانش که میارزه. من قبلا مغز هزاران قورباغه رو با هم عوض کردم. مال اینو گذاشتم تو مال اون، مال اونو گذاشتم تو مال این. همشون هم شاد و شنگ بودن. اینو میبینی؟ همه چیزش پیوندیه. همه چیزش. حتی بچه‌ها بهش میگن وصل پینه. 99% از اعضای بدنش مال خودش نیست بیچاره. من چیکار باید بکنم پروفسور؟ هر دوشونو فورا میفرستید به مرکز تحقیقات و تعویضات من. خیلی فوری. در ضمن قضیه بین خودمون باقی میمونه، چون خیلی خیلی مسئولیت داره. و اگه من تا اینجا به بانک صادرات بدهکار نبودم، شاید اصلا این کار رو انجام نمیدادم. متوجه هستی؟ بین خودمون میمونه پروفسور. حتی نمیذارم کسی بو ببره. اینجا؟ نه، اینجا بهتره. دره لطفا. آماده است. کاسه سر رو تخلیه کنید. Ha ha ha!
پرنوایی از بیمارستان. بله؟ الو؟ خبر خوبی دارم خانم جم. عمل آقای جم با موفقیت تموم شد. میتونیم بیان ببینیدش؟ الو؟ 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 سلام فرشته خانم. خدا رو شکر اومدم تو بهش. چی؟ شیرینم همینجاست تو همین طبقه هست. چی میخوای؟ حالت خوبه؟ شما معجزه کردید آقای دکتر. شیرین چشماشو باز کرد، حرفم زد. شیرین شیرینی میخواد، همیشه شکمو بوده. تا فردا هم باید دستور غذاییشون رو رعایت کنم. فکر کنم فردا بتونیم مرخصشون کنیم، به شرطی که در خونه آرامش مطلق داشته باشن. چشم آقای دکتر، حتما. مجده آقای مرادی. گوشید گوشید، بفهم خانم جان. جم به هوش اومد، فردا هم از بیمارستان مرخص میشه. خیلی متاسفم خانم جان. بله؟ هیچی، میگم متاسفم که در اون لحظه تاریخی من اونجا نبودم. میگم به فرهاد زنگ زدی؟ آخرین امیدم تو بودی، من به همه دوستاش زنگ زدم. بلو منم ازش هیچ خبری ندارم. تو چرا؟ به همون دلیل که زنش ازش خبر نداره. نکنه زیر سرش بلند شده ها؟ کاش زدن آزارا داشتون، اولا دلم نمیسوزه. یعنی نداره؟ من نگرانشم. نگران که نباش. نه، همه این ناراحتی اینه که خودم بهش گفتم دیگه برنگرد خونه، یا با پول برگرد یا دیگه برنگرد. پس بگو بازم دعواتون شده؟ دعوای دعوان که نه، لابد بازم قهر کرده رفته یه گوشه‌ای داره یه چیزی رو سرهم میکنه، در عوض وقتی برگرده دستش پره. میخوام صد سال سیاه اینجوری برنگرده، چیزی هم سرهم نکرده باشه. بابا حالا چرا عصبانی شدی؟ آخه هرچی میکشم از دست این کاراشه. حالا اگه کاری کمکی از دست ما برمیاد بگو. خیلی از لطف شما ممنون، خودم از پس کارام برمیام. فقط اگه بهتون زنگ زد بهتره بهش بگین دیگه پاشو نذاره اینجا، نمیخوام رختشو ببینم. چی شد؟ الو؟ دیگه تموم شد. شما حالتون خوب میشه، به شرط اینکه داروهاتون رو مرتب مصرف کنی. پودرم چی؟ پودرم. بله پودرم. شما پود نداری، تنها دو جور قرص کپسول براتون نوشتم. پس پودرم چی میشه؟ باشه باشه، پودرم برات می‌نویسم، ولی زیاد صحبت نباید بکنید آقای جم. جم؟ من جم نیستم. منم نمیدونم شما کی هستید، خودت باید بگی کی هستی. خدا تو رو دوباره به ما داد. من زندگی دوباره شوهرم مدیون شما هستم آقای دکتر. شما حتما حرفای زیادی دارین، تنها تو میذارم. ممنون. عزیزم این کارا چیه خانم؟ حرف زدنی چقدر فرق کرده. چند دست لباس واسه آوردم که خودت ست کنی. میدونی که من سلیقه تو رو ندارم عزیزم. خجالت هم خوب چیزیه خانم، من که عزیز شما نیستم. چقدر عوض شدی. البته که تو شوهر عزیز خودمی. عوضی گرفتی خانم؟ من متأهلم. دیگه اینقدر خودتو لوس نکن داریوش. داریوش کیه خانم؟ حتما اتاق عوضی گرفتیم. یعنی چی؟ دکتر نبایی چی به روز شوهرم رو بردیم؟ اون که پاک مغزش تکون خورده. یعنی چه خانم؟ منو نمیشناسه، دائم میگه من داریوش جم نیستم، یه چیزایی میگه، یه کارای عجیب غریبی میکنه. ایشون بحران سختی رو پشت سر گذاشتن، باید باش مدارا کنید، آروم آروم خوب میشن. شما مطمئنی؟ بله البته. تلفن میگم فکر نمیکنید بهتر باشه چند روز دیگه تو بیمارستان بمونه؟ نه من خودم خونه و زندگی دارم، زن دارم. خب عزیزم داری میری سر خونه زندگی خودت؟ آزمایشگاه هم میرید، همه بچه ها توی کارخونه دلشون برای شما تنگ شده، مخصوصا بچه های آزمایشگاه. این
این جوراب اصلا خوب نیست. بابا عوضی گرفتیم من جمع کارشون داری آقایون. میگه جمع نیستم. زور که نیستش. اصلا هرکی هرچی دلش میخواد همونه. شما دلتون میخواد چی باشین؟ خودم برادر من خودم. بسیار خوب. جواب منطقی تر از این نمیشه. اگر خودتون اجازه میدین دراز بکشین. من خانم روتو بکنم. شما روتو نمار کنیم؟ آی خانم روتو بکنم بردیگانم. همین الان راحت میشین تا ده بشمارین؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت شونه یه جوراب دیگه بده بخورم. من کجا هستم؟ توی خونه خودت عزیزم. خونه خودم؟ البته دلت تنگ شده بود. آره باتلر چیه؟ باتلر به آقا کمک کن بیان پایین. میخواین کمکتون کنم قربان؟ نه خیر من خودم میام پایین. شما اگه ممکنه یکم عقب تشریف ببرید. یعنی اینجا خونه منه؟ البته که خونه توه. این چه؟ یعنی تو شورا خانم آشپزمون رو نمیشناسی؟ آشپزم داری؟ نمیدونی شورا خانم چقدر سفره نصب کرد، چقدر دعا کرد تا تو حالت خوب بشه. سوپ قرم که برای آقا خوبه، جوجه کباب بی استخون که بخوره گوش بشه به تنه، شنیدل مر سالات های مختلف، میگو که فسفر داره برای مغزش خوبه، و بوغلمون بریان شام مخصوص امشب آقا. شوره خانم آقا هنوز مریضه، نمیتونه از این چیزا بخوره. سوپ، فقط سوپ ساده با یکم آب. قربون دستون برم، شما چه زحمت میکشید؟ من خودم میکشیدم، شما فهمید از اون برای خودتون بکشید، اون سرد میشه. هی پتله رو شورا خانم و بقیه بچه ها بعدن با هم شام میخورن. تو سوپه تو بخور عزیزم. اه اینطوریه. لیمو تازه بدید به آقا. خیلی ممنون. ندارم. من میرم بخوابم. باته میخوام بخوابم. خب منم میخوام بخوابم. اینجا؟ مگه جا کمه؟ خونه به این بزرگی این همه جا واسه چی میخوای اینجا بخوابی؟ اینجا اتاق منم هست. تو هنوز به مراقبت احتیاج داری؟ من به هیچ چی احتیاج ندارم خانم محترم. من خانم محترم نیستم، من زنت هستم. بابا من خودم خونه دارم، زن دارم، زندگی دارم. چقدر آزار. خدای عجب گیری کردیم. چقدر در رو باز کنید قربان. من شوهر این خانوم نیستم. یعنی باید باید سکته مغزی همه چی از یادت بره؟ یه نگاه تو آینه به خودت کردی؟ اگه شوهر من نیستی بس چی هستی؟ این که من نیستم. این کیه؟ چی
شده؟ من عوض شدم. چرا اینجوری شدم؟ چی میگی تو آخه؟ من چی میگم؟ این کیه؟ من اینجا خودم نیستم. کلکی تو کاره. میدونستم من اینجوری نبودم. این من هستم یا نه؟ این خودت هستی یا نه؟ نکنه میخوای شناسنامتم ببینی؟ بیا ببین، بگیر ببین صفحه دومش اسم کی نوشته شده. خب اگه من که خسرو بودم، حالا به قول شما جمع شدم، قیافه هم که واقعا عوض شده. من اصلا اینجوری نبودم. به چی قسم بخورم که من اینجوری نبودم؟ این شناسم هم که درسته. یعنی من با شما ازدواج کردم؟ خب معلومه، اونم مدرک. خب من که دوباره ازدواج نکردم. کردم؟ نه. پس شیرین چی؟ مگه اون زنم نیست؟ من زنتم، تو هم فقط یه زن داری. نکنه؟ نه نه. پس چی؟ همین دیگه، مشکلم اینجاست. اگه من که خسرو بودم، حالا نمیدونم واسه چی چطوری جمعم. بنابراین نتیجه میگیریم پس لابد تو هم شیرین بودی، حالا به قول خودت فرنگیز شدی، درسته؟ من که نمیفهمم تو چی میگی، ولی من فرنگیسم، تو هم داریوش جم. جدی میگی؟ بله. فرنگیز؟ خدا رو شکر بالاخره اسمم رو صدا کردی. منم جم، درسته؟ آها آفرین. کم کم داره همه چی یادت میاد. مرد این خونه، بزرگ این خونه، مدیرعامل و سهامدار شرکت و کارخونه. من کارخونم دارم؟ البته که داری. کارخونه چی؟ کارخونه پودر و مواد شوینده. پودر میسازی؟ بله دیگه. این که عالیه، عالیه. مگه من دیگه چی میخوام؟ هیچی. دیدی حالت خوب شد؟ آره خوب شد. خدای من چقدر خوشحالم. میرم عکساتو که تو کارخونه گرفتی بیارم. الان برمیگردم. باطل جان، حال تو هم خوبه؟ سپاسگزارم قربان. اگه خواب باشم چی؟ شما خواب نیستید. دلم میخواست مطمئن بشم. کارخونه پودر، این خونه پودر، همه چی. میتونی یه چک واقعی به من بزنی که اگه خوابم بپرم از خواب؟ قربان بهت میگم بزن، بزن دیگه، بزن. بله قربان. آقایان محترم هیئت مدیره محترم، از نظر ما این مجمع عمومی خیلی خیلی فوق‌العاده است که صورت جلسه هم داره. خدمت آقایان محترم عرض کنم که تلاش‌های من و آقای مرادی رئیس امور مالی و اداری شرکت به هیچ جا نرسید. هیچ کدوم از بانک‌ها حتی حاضر نشدن به ما اعتبار بدن. نامردا. مال برای پرداخت حقوق کارگرا، اقساط وام‌های قبلی و کلی بدهکاری دیگه الان هیچ پولی نداریم. حالا من از آقای مرادی خواهش میکنم خودشون تجیب بیارن و توصیف بدن که با چقدر لازم و کنابه. جناب آقای مرادی، خواهش میکنم. خیلی متشکرم. عرض کنم حضور هیئت مدیره محترم که خریدار ناشناس جدید 35% دیشب به من تلفن کرد. ایشون پیشنهاد کردن که بقیه سهام شرکت یک جا بخرند و خلاص، البته به قیمت امروز که میدونید خیلی پایینه. من خیلی مخالف نیستم، همه میتونیم سهام اونو بفروشیم بریم پی کارمون. میخوام چیکار؟ این پیشنهاد ایشون بود البته. در ضمن خانم جم اطلاع دادن که آقای جم الان دارن میان اینجا، پس بهتره هر چه زودتر تصمیم بگیریم، چون متاسفانه باید خدمتتون عرض کنم که آقای جم اینجاشون رو از دست دادن. باتلر، باتلر تو رو خدا یه کاری بکن. میترسم اگه پای آقا به کارخونه برسه با دیدن اوضاع، خدای نکرده زبونم لال دوباره سکته کنه. خدای من چقدر عوض شده. خب دیگه من حاضرم، بریم. علی جناب به سلامتی کجا تشریف میبرن؟ کارخونه؟ کارخونه خودم. مگه شما دیشب نگفتیم من کارخونه دارم؟ نمیشه که قربان. چرا؟ راننده نداریم ماشینو برونه. خب خودم رانندگی میکنم. نه آخه دکتر رانندگی رو برات قدغن کرده، تو نباید دچار هیجان بشی. من همین جوریشم خیلی هیجان دارم. بریم. آقا کتتون. بله. پس صف
کن منم میام. آقا جان این کارا چه معنی داره؟ خدایا 3000 مرتبه شکر. وقتی از بچه ها شنیدم که به سلامتی خوب شدین طاقت نبردم، گفتم بیام دستبوست. تو کی هستی؟ بچه ها کیم؟ یعنی آقا به همین زودی هوشنگ نوکرش راننده سابقشون رو فراموش کردن؟ راننده سابق؟ خودتون اخراجم کردید. من؟ بله. خب دوباره استخدامت میکنم. اتفاقا به موقع اومدی. آقا جان به دست من یه چیکار داری؟ ماشین من اینه؟ آره. خیلی خوبه. سوار شو. نه شما بفرم. چی شد؟ هیچ. میخوای نریم کارخونه؟ نه بریم. اما باورم نمیشه. چرا؟ یکی همینجوری. های هیتلر اعلان باز اخراجی تا ببینم چی. سلام بابا. سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ خیلی ممنون قربان. دیدی گفتم یه روز میام اگه قرار باشه. حالا اومدم. سلامت باشو قربان. خدا رو شکر تشریف آوردید. بفرمایی قربان. نه آسانسور. چرا داریوش؟ مگه چیه؟ گفتی پودر. کجا میسازیم؟ سالن تولید که اون بره. اون بره؟ بریم اول پودر. سلام. امروز برای بچه ها گفتن شما اومدین کارخونه، ما اومدیم تکلیف اونو همینجا روشن کنیم. دیگه راستش به اینجا اون رسیده. چی به اینجا تو رسیده؟ بدبختی، بی پولی، بلا تکلیفی، بیکاری. یعنی شما نمیدونین؟ نه شما نمیدونین چون همیشه از اون پنجره برای ما حرف زدیم. شما نمیدونین چون برای اولین باری که تو سالن تولید میای. خب حالا که من اینجام پیش شما، پس حالا از اول برام همه چی رو بگو تا من بفهمم چی به چیه، کی به کیه تو این کارخونه. آخه آقایون ما باید توی این جلسه تصمیم نهایی بگیریم. نمیشه بیشتر از این منتظر مون. هزار تا کارگر اون پایین بیکارن، یه وقت ممکنه آشوب و بلوایی به پا بشه. ولی جمع که تو جلسه نیست. هرچی باشه هنوز رسما مدیر عامله. 5% سهام مال اونه. من که عرض کردم آقای جم تقریبا عقلشون رو از دست دادن. من با خانمشون صحبت کردم، قرار ایشون وکالتی به من بدن تا از طرف ایشون کارو فیصله بدم. سلام، من داریوش جم هستم و به کسی هم وکالت نمیدم. آقای جم؟ بله، من مخالف فروش کارخونه یا واگذاری سهامش هستم. ولی ما ورشکست شدیم. چرا نمیخواد قبول کنه آقای جم؟ هزار تا کارگر اون پایین واسدن حقوق عقب مونده شون رو میخوان. نه ما ورشکست شدیم، کارگران با من، نماینده اونا فعلا اینجاست. بهتر اجازه بدیم خودشون صحبت بکنن. من از هیئت مدیر محترم 2 ماه وقت میخوام. فقط 2 ماه. چه چیکار کنید؟ که یه انقلاب مهم صنعتی را بندازیم. فرمولاسیون پودر رو عوض کنیم. فرمولاسیون عوض کنی؟ بله البته. امروز همه تولید کننده ها از سورفکتانت های آنیونی استفاده می کنند. از سدیم تریپل فسفات به عنوان بیلدر، یعنی 1/3 فرمول پودر. در حالی که میزان فسفات لازم در نوع آبهای مختلف سخت و نرم فرق می کنه. تا به حال کی به این موضوع توجه کرده؟ بهتره بگیم هیچ کس. آقای جم چی تو کله شماست؟
من فقط دو ماه وقت میخوام تا یه پودر جدید با دانسیته بالا بسازم. خیلی وقت دنبال همچی فرصتی هستم. حالا که نمیدونم برای چی و چجوری این فرصت پیش آمده، دلم میخواد نتیجه تحقیقات و تلاشم رو به همه جهان عرضه کنم. همین. من که گفتم آقای جم، آقای عزیز، ما در انبارامون ذره مواد اولیه نداریم. ما حتی برای وارد کردن مواد اولیه یک دلار ارز نداریم. با چی تولید میکنید؟ باد هوا؟ من به مواد اولیه خارجی احتیاج ندارم. همه مواد اولیه لازم تو مملکت خودمون پیدا میشه. همش اینجاست و اینجا. هیئت مدیره به من دو ماه فرصت میده. آیا هیئت مدیره به من دو ماه فرصت میده؟ هیئت مدیره به من دو ماه فرصت میده؟ بله. مبارکه. ممکنه احساستون از این همه موفقیت برای ما بگید؟ بله، خیلی ممنون. گارسون، اینو ببرش، مثل همیشه نیست. خیلی عجیبه، سلیقه چقدر عوض شده. جدی؟ بهتر شده یا بدتر شده؟ بگو دیگه، راستشو بگم. من بهت افتخار میکنم. اینو جدی میگم، بهت افتخار میکنم. عادت ندارم ازم تعریف کنن. چرا؟ منو ببخش، تو تو این چند ماه خیلی تنها موندی. من سرم خیلی شلوغ بود، میدیدی که؟ من حاضرم هر جا که تو باشی همونجا باشم، حتی توی کارخونه. مرسی. او راستی، یه چیز ناقابل برات خریدم، یه هدیه. این کارا چیه؟ اصلا انتظارشو نداشتم. قابل تو رو نداره. چرا این کارا کردی؟ نه. داریوش، الان برات پیوش میکنم. خب دیگه، بالاخره باید تو هم سهمی از سود کارخونه ببری، نه؟ چه خوب. جدی؟ اجازه میدی بیرون برات پیداش کنم؟ هرچی. اینجا یه خورده گرمه. گارسون. فرمودم. صورت حساب لطفا. اصلا. کجاست؟
بله. سلام علیکم. میبخشید منزل آقای خسرو پذیرش؟ بفرمایید. برید تو. بیا. برید. سلام علیکم. سلام. سلام عرض کردم. سلام عرض می‌کنم. اینا چیه؟ سلام آقا. سلام. می‌خواستم با رئیس این شرکت صحبت کنم. میشه؟ با آقای مدیر عامل؟ بله. اسمشون چیه؟ آقای داریوش جم. باشون چیکار دارید؟ می‌خواستم در مورد این پودر باشون صحبت کنم. یه کار خیلی مهمیه. خصوصیه. شما مدیر عامل این کارخونه هستید. ظاهرا شما مدعی تولید این پودر تک هستید. پس بذارین یه چیزی رو بهتون بگم. من خیلی خوب میدونم که این پودر کار شما نیست. یعنی کار هیچ کس نیست. جز کسی که من الان اومدم دنبالش. بهتره اینم بدونین من تو تصمیمم خیلی جدیم. خیلی جدی. مدت ها بود دنبال یه همچین سرنخی میگشتم. امروز پیداش کردم. کسی که من دنبالشم اسمش خسروه. خسرو پذیرش. مطمئنم که قبلا اسمشو شنیدی. درسته؟ درسته؟ یعنی شما اونو میشناسی؟ اون کجاست؟ خسرو کجاست؟ خواهش میکنم آقا. حالش خوبه؟ تا فردا بهش مهلت میدم برگرده خونه. فقط تا فردا. وای به روزش اگر نیاد. عزیز من چه میدونستم چه اتفاقی افتاده؟ اون بیچاره‌م نمیدونسته، توی روزنامه خونده، تلفن زده، پوت فرستاده، دوست داشته شیرین گفته، آه کشیده، دیوونه شده، سر رفته، هی گفته شیرین. من چه میدونستم چه اتفاقی افتاده؟ اون بیچاره نمیدونسته، بدبخت، خبر نداشته. خاطر شما چی میکشی؟ میاد، حتما میاد، خوبم میاد. کجا بودی حالا؟ شیرین عزیزم دوست دارم. حالا بگو ببینم اسم من از کجا میدونی؟ تو خفت نکردم. دیروز فکر کردم اشتباه شده. شیرین منم خسرو. منم دارم خفه میشم. اگه خسرو بودی که میدونستم باید چی کار کنم. این گلمونته شیرین لازم نکرده. مگه نگفته بودم بهش بگو بیاد؟ مگه نگفتم بگو اون بیاد اگه جرأت داره؟ میدونم بابا، من خودم شوهرتم. خسرو زود از خونه برو بیرون.
والا همسایه ها رو خبر میکنم حسابتو بزنم کف دستت. دنیایی بابا، یکی زورکی میگه من زنتم، اون وقت زن خود آدم میگه من زنت نیستم. انقدر فشار نده. چرا اینجوری میکنی؟ من خسران دیروز نمیتونستم بهت بگم. من نبر. میخوام 100 سال سیاه برنگرده. نه با پول نه با کار. مردی که این همه وقت زنشو ول کنه. دستمو شکستی. دردت اومد. من معذرت میخوام. تو رو خدا باور کن. من خودمم خسروم. به من نزدیک نشو. ببین. من پولدار شدم. معروف شدم. همش به خاطر پودر جادوییه. دیدی که اینجا رو نگاه کن. مگه تو رادیو گوش نکردی؟ تلویزیون نگاه نکردی؟ روزنامه نخوندی؟ همه جا صحبت پودر جادوییه. پودری که من اینجا توی این زیرزمین درست کردم. الان مدیر عامل همون کارخونه ای هستم که تو دیروز اومدی. دیدی چه کارخونه ایه؟ یه شهر. تو پودر رو درست نکردی. راستشو بگو. نکنه بلای سر خسروی من آورده باشی و فرمولشو دزدیده باشی. من علی این کارا هستم. تو منو نمیشناسی؟ این چه حرفیه؟ خودم پودر رو ساختم. پیشبندت یادته؟ پیشبندت که سیاش کردم، بعد با همین پودر درستش کردم، بهت گفتم این پودر ما رو پولدار میکنه، باش نوبل شیمی میگیرم. دیدی هی من میگفتم، تو هی میگفتی خیالات میکنی. حتی اگه خود خسروم بودی تو خونه راد نمیدادم. چه شبایی که تا صبح گریه نکردم، چه جاهایی که دنبالش نگشتم، چه بدبختی هایی که نکشیدم. خسرو مرد. برای من خسرو مرد. ولی من زندم. جلوی تو وایسادم. آقا ازت خواهش میکنم با احساسات من بازی نکن. من نمیدونم تو کی هستی و از کجا این اطلاعات رو آوردی. ولی اگه همه مردم دنیا هم جمع بشن بگن تو خسروی، من بازم میگم تو خسرو نیست. تو همیشه از قیافه من دلخور بودی، یادته؟ میگفتی بله نسبت خر بودی که زن من شدی، یادته؟ خب حالا هم خیال کن من رفتم جراحی پلاستیک کردم، ریختی شدم. چطور همه میرن دماغشون عمل میکنن، منم یکیش. خب فوق و فوقش حالا خیال کن من رفتم همه جا جراحی پلاستیک کردم. چه اشکالی داره؟ مگه من چیم از مایکل جکسون کم داره؟ من نمیتونم همچین خیالی بکنم. شیرین، من واقعا تو رو دوست داشتم، یعنی دارم. توی این مدت هم فکر میکردم تو هم عوض شدی و کنار منی. از اینجا برو آقا، برو دیگه، میل خودته. ببین من دیگه الان کارخونه دارم، پودر درست میکنم، کاندید جایزه نوبل شیمی هم هستم، ولی اگه نمیخوای منو ببینی خب من میرم دیگه، میل خودته. خداحافظ. خداحافظ آقا. من رفتم. من دارم میرم. خسرو. شیری. بله، بفرمایید. خانم جم، من مرادی هستم. سلام آقای مرادی، حالتون چطوره؟ افتضاح خانم، افتضاح. خدا نکنی. شوهرتون من از پستم برکنار کرده. امروز حکم اخراجم رو زده، داده دستم. راست میگی. اونم توی این موقعیت درخشان شرکت که خدا میدونه من برای رسیدن بهش چقدر تلاش کردم. بله درسته، میدونم. پیش شوهرتون واسطه بشید. درست است که من از کارم برکنار بشم، اونم توی این موقعیت که رقبا مثل گرگای هار ما رو محاصره کردن و به ما حسادت میکنن. من باهاتون همدردی میکنم، ولی دیگه تو کار جمع هیچ دخالتی ندارم. به خاطر من خانم جم، روزهایی را که شوهرتون بستری بودن یادتون بیاد که اگه من نبودم چه اتفاقی میافتاد؟ بله. نمیخوام این کلمه رو هی تکرار کنم، ولی ناچارم. شما یه جوری به من مدیونید. والا چی بگم آقای مرادی؟ این کار برام بکنید. سعی میکنم، قول نمیدم. خیلی ممنون. خداحافظ. امروز منو از کار برکنار کرد، فردام لابد تو رو. آره؟ باید یه توطئه‌ای، خیانتی، چیزی بکنی. موافقی؟ نمیدونم چی بگم. حرفایی که شما میزنین این حرفای خسروه، فقط اون میدونست. یعنی ممکنه خود خسرو باشی؟ ممکن نیست. ولی یه چیزی مسلمه، تو زن من هستی و باید با من زندگی کنی.
ولی من نمیتونم باور کنم زن تو هم. چشمات میگه راست میگی، خاطرات و اطلاعاتت هم درسته، ولی نمیتونم. چرا؟ نمیتونم باور کنم زنت هم. حتی اگه خود خسرو هم باشی، الان یه مرد دیگه ای، الان یه نامحرمی. خب دوباره عقدت میکنم؟ شما میخواید عقد کنید یا این برادر؟ نه برا برادرم نمیخوام بگیرمش، زن خودمه. پس این برادر کیه؟ برادر نیست منه. شما کی شمایی؟ این کیه؟ تو یه دقیقه برو بیرون. اون منم، منم اونم. ببینید این شناسنامه به دردتون میخوره؟ این درسته. حالا شناسنامه خانم. این خانم که شوهر داره؟ خب بله، زن خودمه. اگه زن خودته، خب چرا دوباره میخوای عقدش کنی؟ خب کار از محکمکاری عیب نمیکنه. همه طلاقو محکمش میکنن که. نابولا. حالا یه خری پیدا شده میخواد عقدو محکمش بکنه، ایرادی داره؟ نه. ولی این خواهر که زن این برادره. آقا جون قربونت برم، آخه خواهر برادر که زن شوهر نمیشن. میشن؟ پس چی؟ پس چی؟ اصلا این شناسنامه رو بده اون آقا. این آقا مرده. یعنی شوهر این خواهر مرد؟ بله. پس چرا شناسنامه‌اش حالا باطل نشده؟ خب لابد می‌خواستن کوپوناشو بگیرن. اینا اینم جنازه‌اش. حالا غیرتاً هر چی باید باطل کنی باطل کن، هر چی باید ثبت کنی ثبتش کن. خودت هم که یه زن داری. هر چی زد بالا. اجازه زن اول. مبارکه. انشالله. بفرمایید. خونه نو مبارک. فوق‌العاده است. جدا؟ خوشت میاد؟ خیلی. بالکن اون بره؟ بالکن؟ آره. واسه چی؟ میخوام از خوشی خودم رو پرت کنم پایین. فعلا دست نگردار، برای پیدا کردنت خیلی زحمت کشیدم. نگرانم باسلر، بگو ماشین آماده کنم، باید بریم بیمارستانا سرکشی. میترسم آقا خدای نکرده. همین الان خانم، همین الان. دیرم شده، آخه خیلی دیرم شده. اینقدر عجله نکن. خیلی دیرم شده. ببین، میگم مطمئنی من دیگه نباید برم سر کار؟ تا وقتی که من زندم. آخه همه چیز مثل رویاست، مثل خوابه. میترسم یهو بیدار شم. بده منو کیفو. تو بیدار بیداری، منم فکر میکردم خوابم، ولی باتلر ثابت کرد که خواب. باتلر، خدافظ باشم. آقا یکم شما سالمی؟ چطور مگه؟ خانم تو تمام بیمارستان رو دنبالتون گشتم. وای خدای من، تلفن خونه رو برم. عزیزم فرنگ. داریوش تو کجایی؟ توی دفترم. حالت خوبه؟ خوبه خوب. تو که منو کشتی، همه جا رو دنبالت گشتم. دیشب کجا بودی؟ تا صبح روی پروژه کار میکردم. چه پروژه ای؟ آخه میدونی چیز دیگه، یعنی محرمانه است، یعنی اگه الان بگم لو میره. اقلن به من خبر میدادی. واقعا معذرت میخوام، بدجوری منو مشغول کرده. دلم برات تنگ شده. منم همینطور، خیلی بهت عادت کردم. منتظرت هستم. اصلا امشب میریم بیرون، میخوام یه جشن کوچولو برات بگیرم. نمیخواد عزیزم، تو خسته ای، تمام شب و بیدار بودی. ببین دیگه حرفی نباشه، امشب میبینم. ای تو هم زبون با من بمون، ای تو هم صدا با من بخون بخون.
آسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره. خورشید مهربون به ابر آسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره بیاره بیاره. توی شور آواز من، توی شوق پرواز من، توی نغمه ساز من، بیا به دیدار من. ای زندگی تو بگو نغمه سازم، بی تو شوری نداره این دل اسیرم، از تو نگارم طاقت دوری نداره نداره نداره. خب دیگه صبونت؟ نه دیرمه امشب سعی کن یه ذره زودتر بیایی خونه. برای شام گفتم مامان اینا بیان اینجا، آخه میدونی خیلی وقت ندیدیمشون. باشه کیفت؟ گوشی چه خوب شد اومدید. خانمتون پای تلفن هستن، میگن تمام دیشب دنبالتون میگشتن. وای بس کنم اونجا؟ آره نمیدون چه صدا خانتون عوض شده. جدی؟ والا گوشی؟ الو خسرا شیرین، آبروی منو جلوی پدر و مادرم بردی. دیشب تا الان همه جا رو دنبالت گشتم. کجا بودی؟ تا صبح روی پروژه کار میکردم. چه پروژه؟ محرمانه است، اگه الان بگم همه چی لو میره. پس چرا به من نگفتی؟ واقعا معذرت میخوام، بد جوری منو مشغول کرده بود. آخه من چند ماه ندیدمه، خب دلم برات تنگ میشه. منم همینطور. چطور امشب تلافیش در بیارم؟ با یه جشن کوچولو چطوری؟ جشن؟ آره قلم کاغذ بردار، آدرس این رستورانی که میگم یادداشت کن. الو سلام خانم جان. سلام آقای مرادی، منتظر خبرای خوشم. خانم جان واقعا باید منو ببخشید، کلی کار شما از یادم رفته بود. میدونید جم پریشب تا صبح نیومد خونه، منم خیلی کلافه بودم. دیشبم که اومد دیگه اصلا حواسم به کار شما نبود. واقعا منو ببخشید. دیگه فراموش کنید خانم. الو اما ازش میگیرم. من هم همینطور. دیگه تفنگ نداری؟ نه همین یکیه. بخون ای خورشید مهربون به ابر آسمون بگو به حال من بباره، شاید خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره. خورشید مهربون به ابر آسمون کشتیش؟ اونه ما پوشمش، خودش کشت. خبری باز دوباره از یارم واسم بیاره. آقای جمعی روزا سرشو شلوغه، امروز ممکنه نیانا. اشکالی نداره. آقای مرادی معذرت میخوام، این قدم زدن شما اعصابی منو خورد کرده، هی اشتباه میذارم. دست بفرمایید بیرون خانم، بفرمایید خواهش میکنم، بفرمایید. ما؟
بله شمایید آقای مرادی؟ خانم جم حالتون چطوره؟ سلام با آسانسور نه با پله مثل همیشه شما چرا اینجایی؟ آقای مرادی اون توه اعصابمو خورد کرد نداشت یک گیم بازی کنم آخه این نداری نرو جمع کن برو تو حیات بازی کن باشه؟ آه خودشون تشریف آوردن من گوشی رو میدم به ایشون خانمتون الو الو واقعا معذرت میخوام عزیزم خودتو ناراحت نکن عزیزم پیش میاد من اصلا نگران نشدم راست میگی؟ معلومه تا صبح رو پروژت کار میکردی دیگه چه کاری؟ فقط میخواستم مطمئن بشم از بابت بابا مامانم معذرت میخوام با یه جشن کوچولو چطوری؟ من امشب میخوام برم منزل بابا اینا میدونی یه کمی دلخور شده بودن اینه که میخوام برم از دلشون در بیارم باشه بعدش میریم نه تا صبح میخوام اونجا بمونم البته اگه از نظر تو اشکالی نداشته باشه البته که نداره هر تصمیم تو بگیری من قبول دارم تو هم میتونی بری سراغ پروژت با اینکه دلم برات تنگ میشه ولی خب باشه بعدن میبینمت مواظب خودت باش هستم عزیزم شما لازم نیست کاری بکنید من خودم شب میام دنبالتون فقط خدا کنه راست نگفته باشین آقای مرادی اولش من خودم هم باورم نمیشود باید منو ببخشید به شما حق میدم خانم جان من به شما حق میدم شما دوست خوبی هستید آقای مرادی متشکرم میبینم بیتون عافیت باشه متشکرم بالاتر؟ آره، یه طبقه بالاتر ملسه باشین خسرو جون، من یه فکری کردم برای مبلای توی حال خب میدونی چیه؟ کیه؟ فرنگی زهر مرغ فرنگیست چی کار میکنی خانم؟ شما بازداشتید بی حرکت چرا وایستادی؟ باز میخوام شما توقیف هستی؟ من توضیح میدم اجازه بفرمایید توی کلانتری پروژهش پروژهش هم هست قربان متهمو در یه وضع زننده ای آقا من تازه از همون در اومده بودم شما ساکت باش مگه خود شما کت شلوار میگنم؟ اجازه بده اجازه بده در یه وضع زننده ای که فقط یه کت حوله ای تا اینجا تنش بود دستگیرشون کردیم و بردیم شما بفرمایید سرکار آقا این وصله ها به من نمیچسبه همه اولش همینو میگن
ایشون همسر قانونی من هستن. دروغ میگه. بنده هم شاهدم. تازه اگه ایشون حقیقت رو گفته باشه. بفرمایید بیرون آقا. مسئله ناموسیه. چشم. با اجازه. شما میتونید ثابت کنید که ایشون همسر قانونی شما هستن؟ بله. این شناسنامه بنده، این هم شناسنامه ایشونه. بله، درسته. درسته؟ از شما اطلاعی نداشتید؟ این جواب محبت‌های من؟ میدونی چند شب تا صبح پشت در اتاق تو بیمارستان بیدار موندم؟ شما باید رضایت همسر اولتون رو جلب میکردید. من از اول، یعنی از دوم، از توی همون بیمارستان به ایشون گفتم که من زن دارم. گفتم یا نگفتم؟ گفته بودم که من جمع نیستم. مگه نگفتم من زن دارم؟ گفته بودم؟ یه چیزایی میگفت، ولی به من نگفته بود یه زن دیگه ای داره. اجازه بدین؟ دقیقاً چی گفتم؟ میگفت من جمع نیستم، زن دارم، از این حرفا. یعنی چی جمع نیستم؟ پس این شناسنامه ها چیه؟ جلیه؟ نه، یعنی بله من جمع هستم، یعنی از اول نبودم، بعد نمیدونم چطوری شد که شدم. به خود ایشون هم گفتم توی بیمارستان، نگفتم از همونجا شروع شد. حالتون خوبه؟ نه خیر اصلا. کاملا معلومه. به هر حال تا جایی که به ما مربوط میشه پرونده کاملا مختوم است. مختومه؟ شما خانوما همسر قانونی آقا هستید. نه، گناه ایشون اینه که موضوع رو از شما مخفی نگه داشته. ما روزی چند تا از این نمونه ها میبینیم. به هر حال ایشون خلاف شرع نکردن، باید برید با هم سازش کنید. به شما هم توصیه میکنم خودتون رو به موشمردگی نزنید. خیال نکنید مثل الان میتونید با پرت و پلاگویی رد گم کنید. برید بشینید رو راست حرفاتون رو با هم بزنید. بعضی از آقایون تا شلوارشون دوتا میشه میرن یه زن دیگه میگیرن. ازدواج مجدد به این سادگی ها نیست. کسی که دوتا زن میگیره باید بتونه عدالت رو بین اونا رعایت کنه. اجالتاً یه شب منزل این خانم باشید، یه شب منزل ایشون. در بقیه موارد هم همینطور. به سلامت، بفرمایید. خیلی ممنون. خب شنیدید که افسر نگهبان چی گفت. شما باید با هم سازش کنید. میتونید با هم مشورت بکنید. ببینید من امشب کجا باشم بهتره، پیش تو یا پیش تو. برو گم شو. اون از بیمارستان عوض شد، برام تعریف کرده. جدی؟ پس برای شما هم تعریف کرده؟ بله. هرچی فکر میکنم میبینم اون طفلک راست میگفت. حیوانی داریوش. پس اون بیچاره برای شما گفته، شما باور نکردی. اون دائم میگفت که داریوش جمع نیست و زن داره. روزای اول نمیذاشت دست من بهش بخوره. خب حق داشته، مریضم بود البته. من نمیفهمم، اگر این داریوش جم همون خسروه، پس چرا شکل خسرو نیست؟ اگه داریوش داریوشه، پس چرا مثل داریوش فکر نمیکنه، حرف نمیزنه یا رفتار نمیکنه؟ منم همینو میگم. این مشکل رو فقط یه نفر میتونه حل کنه. کی؟ پروفسور سایی. چیز دیگه هم هست که بگم؟
بله. چی؟ شما چیزه حق نداشتیم این کارو بکنین آقای پروفسور. درسته؟ خانم های محترم، من احساسات شما رو درک میکنم، ولی من چی کار میتونستم بکنم؟ من حتی حق انتخاب هم نداشتم. دو نفر اونجا بودن که یکی قلبش از دست داده بود و اون یکی مغزشو، و هر ثانیه که میگذشت به معنای از دست دادن یک فرصت بود. من خیلی خوشحالم که اون فرصت رو از دست ندادم. مغزی که من حفظ کردم امروز باعث افتخار همه ماست. این وسط فقط خسروی من فنا شد. برعکس، خسروی شما زنده است. انسان چیزی نیست جز مرکز احساسات، ادراکات، عواطف و خاطراتش. خانم ها از چیزی ناراحتن؟ نه. حکم دادستانی برای تفتیش منزل. آقا و خانم تشریف ندارن؟ مهم نیست. پس همین پایین شروع میکنیم. سیب زمینی روزی یه تخت میدی، لپن روزی یه تخت میدی، خب؟ بعد سبزیاتی که خوب کنی میدنش گوشی؟ اونجان، ولی کسی رو نمیپذیرن، حالشون خوب نیست. ما فرق میکنیم خانم. باز چی؟ بعدا میفهمیم. سبزی رو میده دار. آقای جم بله؟ شما بازداشتید. من همین دیشب آزاد شدم. جناب سروان خودشون گفتن داشتن دو تا زن جرم نیست. اگه به خاطر عدم رعایت عدالت اونا اصلا من اجازه ندادن که عدالت رو رعایت بکنم یا نکنم. کفشاش پایین‌تنه، میان‌تنه، بالاتنه، صحیح و سالم. خسروی بیچاره ما آروم باشه. ملاحظه میفرمایید قربان، همونطور که عرض کردم ایشون نمونه کاملی از مرفهین بیدرده. تا دیروز سهمیه ارزی کارخونه پول تو جیبی ایشون بود، ارزا رو برمی‌داشتن بردن کشورهای اروپایی دنبال کارهای بدبد. با سرنوشت هزار نفر بازی میکردن به طوری که کارخونه رو به ورشکستگی رسوندن همین ایشون. مراد جان، و امروز امروز که کارخونه با همت و تلاش و پشتکار کارگرای زحمتکش و هیئت مدیره پرتوان و پرطاقت به سوددهی رسیده، ایشون سود کارخونه رو یا صرف ازدواج مجدد با زنهای رنگارنگ میکنن تنهایی، یا اینکه اینجوری اونا رو باد هوا میدن. خانم ملاحظه بفرمایید، ده خواهش میکنم. چشم. شما این بسته ها رو میشناسی؟ نه خیر قربان، ولی ما اینا رو از خونه شما پیدا کردیم. میدونی نگهداری این همه مواد چه مجازاتی داره؟ خیر قربان. چه دفاعی داری؟ راستش من هیچ دفاعی ندارم. پس اتهامو قبول داری؟ من فقط قبول دارم که با اجازه شما دیگه داریوش جمع نباشم. یعنی چه؟ یعنی همین خودم باشم خیلی بهتره. من چه میدونم جمع لعنتی چه غلطی کرده؟ دودی بوده یا نبوده؟ اینا راست میگن یا دروغ؟ اگه بگم نکردم، نداشتم، یعنی جمع نداشته، شایدم داشته. چه میدونم؟ اگه بگم داشته، شاید هم نداشته. اما یه چیز مطمئنم، این پودر مال منه و کارخونه با همون پودر کارخونه شده، با مدیریت من کارخونه شده، نه با هیچ پدر سوخته دیگه ای از جمله این دو نفر. ایشون چی میگن؟ قربان، ایشون از وقتی که سکته مغزی کردن یک کمی اختلال حواس پیدا کردن. شاید هم دارن نقش باز میکنن. بعید نیست، اصلا هیچ چی بعید نیست. احتمال دوم بیشتره. به هر حال جرم مسلمه. ببرینش بازداشتگاه. زود میکروفون بیار. پرده رو هم بزن کنار. باز کنش.
آقایون توجه کنید، مدارک غیر قابل انکار فساد اخلاقی آقای جم پیدا شده. ما هم مثل شما متاسفیم، ما هم ناراحتیم، اما این کارخونه مال همه است. میگین چی کار کنیم آخه؟ امروز چشم امید مملکت به ما دوخته شده. درست کاری کنیم که امید مردم ناامید بشه. درسته. بنابراین تقاضا میکنم هرچه زودتر همه برگردی سر کارتون. اگه تا یک دقیقه دیگه برگشتی سر کارتون برگشتید، در غیر این صورت همه تون رو اخراج میکنم. حاجم نیاد جم نخوری، حاجم نیاد جم نخوری، حاجم نیاد جم نخوری. همه چیز رو خراب کردی. اگه میشه اینا رو دیگه برگردون سر کار. تو دیگه خفشو که اصلا ندارم. چرا باید خفشم عزیزم؟ یکی باید باشه به تو بگه این نقشایی که میکشی چقدر مزخرفه. نقش هست که کشیدی؟ تو تا دیروز که همش بهتر چهچه میکردی؟ آره بله، مگه 35% سود صاحب کارخونه رو که با 1000 دوز کلک سوار کردیم و خوردیم بسمون نبود؟ به تمه میکنی دیگه؟ داشتن مثل تراکتور برامون کار میکردم ما که داشتیم سود صاحبمو میخورد دو بس سرش. چه رفتی آخه، چه رفتی تریاد بایم کردی تو خونش؟ بفرمی اینم رفتیش، اونم اون همه. از کجا خریده بودی اون همه رو؟ حالا خدا رو شکر که تو راه نگرفتنت. نه تو هم گاهی وقتا آدم خوبی هستی. ببینم اون میکروفون بازه؟ بازه؟ آره؟ نه بیایم بریم اونجا. یک دو سه بیایم بابا بیا. برو از در پشتی. برو دیگه. خب دیگه پاشیم بریم. نه من نمیام. چرا؟ میای. من شوهرم این زیر خوابیده. ولی من شوهرتم، من خسروام. نه این بدن یا اون بدن چه اهمیتی داره؟ آدم با مغز و خاطراتش زندگی میکنه. تو توی خاطرات من همسر من هستی. راستش من بیشتر از اینکه شوهر فرنگیس باشم، خیلی ببخشید، شوهرتون؟ قبول کن شیرین، هم منو هم داریوشو خسرو. باشه خسرو بریم. بریم. خب باید بگم که من از هر دوی شما راضیم. خیلی هم ممنون میشم اگه یکمی هم به من جا بدین. من دارم مهر میشم بچا. من که چسبیدم به در جا ندارم. شیرین جون میشه یکم بری اونورتر؟ این ور که جا نیست. یه خورده جانتر بشی. آی دستم. چیکار میکنی؟ اوه دستم و شکنی خونه یا آشنا. الان درست میشه. آی آخه. خفه شدم. آی اینجوری نمیشه. یکی باید بیاده بشه. اجازه بدید من توضیح میدم. اجازه بدید. برو. آی بام. خیلی کم. آخه.